بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دولت آلمان برنامه هایی را برای اعمال کنترل های شدیدتر در سراسر مرزهای زمینی این کشور اعلام کرد. برلین این اقدام را تلاشی برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و محافظت از مردم در برابر تهدیداتی مانند افراط‌گرایی اسلامی خواند. نانسی فایزر وزیر کشور آلمان روز دوشنبه گفت کنترل ها از 26 شهریور 16 سپتامبر آغاز می شود و در ابتدا به مدت 6 ماه ادامه خواهد داشت. اداره سازماندهی تضمین محصولات حلال اندونزی اعلام کرد که از ماه آینده میلادی همه وارد کنندگان مواد غذایی ملزم هستند محصولات خود را در سامانه ثبت گواهی حلال خارجی SHLN ثبت کنند. از سوی دیگر، اداره سازماندهی تضمین محصولات حلال وابسته به وزارت امور دینی اندونزی اعلام کرد که این کشور از ماه آینده میلادی همه وارد کنندگان مواد غذایی را ملزم می کند تا حلال یا غیر حلال بودن محصولات وارداتی خود را مشخص کنند. مأموریت دیپلماتیک افغانستان در لندن با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرده که به دنبال درخواست رسمی حکومت بریتانیا این سفارت در 27 سپتامبر مسدود می شود. این بیانیه اندکی پس از آن منتشر شد که وزارت خارجه طالبان اعلام کرد دیگر اسناد کنسولی صادر شده توسط نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در چندین کشور غربی از جمله بریتانیا را به رسمیت نمی شناسد. در همین حال سفارت افغانستان در اسلو پایتخت نروژ از توقف فعالیت این سفارت از تاریخ 13 سپتامبر خبر داده است. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا می‌گوید که نزدیک به 1/3 خانواده‌ها در کشور سرپناه کافی برای زندگی کردن ندارند. اوچا روز دوشنبه 19 شهریور خواستار کمک 227 میلیون دلاری برای رسیدگی به این چالش شده است. به گفته اوچا 1,700,000 نفر در افغانستان تحت سلطه طالبان نیاز به سرپناه اضطراری دارند. هفته گذشته نیز اوچا با نگرانی از افزایش فقر در افغانستان گفته بود که از هر 2 نفر 1 نفر از آنان تحت تأثیر فقر شدید قرار گرفته است. وزارت بهداشت سودان از افزایش شمار قربانیان وقوع سیل و شیوع وبا در این کشور جنگ زده نزدیک به 400 نفر خبر می‌دهد. وزارت بهداشت سودان با صدور بیانیه اعلام کرد که آمار مرگ و میر ناشی از بارش شدید باران و وقوع سیل و همچنین شیوع بیماری وبا در این کشور عرب و مسلمان واقع در شمال قاره آفریقا در مجموع به 390 نفر مورد افزایش یافته است. این وزارتخانه در بیانیه خود از ثبت 268 مورد جدید ابتلا به وبا از جمله 6 مورد مرگ و میر در ایالت رود نیل در شمال و همچنین ایالت‌های مرزی کسلا و القزارف در شرق سودان خبر داده و تایید کرد که تاکنون 5692 مورد ابتلا از جمله 185 فوتی ناشی از آن در 7 ایالت درگیر بیماری این کشور به ثبت رسیده است.